چرا ای زندگی با من سر جور و جفا داری؟ چرا این زار محنت را با کام من روا داری؟ نگشتی زندگی یارم دیگر من از تو بیزارم، از تو بیزارم، از تو بیزارم. خدایا 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 خدایا، کس نمی خواند برایم شعر دلداری، همیشه بر لبم جاری است سرود تلخ بیزاری. شکست عهد وفا دیگر کسی که هم نوایم بود، سر بیگانگی بگره کسی که آشنایم بود، کسی که آشنایم بود. چرای زندگی با من، چرا ای زندگی؟ خدایا خدایا خدایا. سلام و وقت بخیر. کاکتوس در عید خارهایش تیزتر اما بیگزند می شود. به همین دلیل مهمانها با خاطری آرام بر کرسی تکیه زده و احساس آرامش می کند. عیدتان مبارک. آرزوی سربلندی و سرافرازی برای افغانستان. می دانید که مهمان این برنامه کاکتوس کیست؟ کسی که رنگ صدایش شما را به سالهای دهه 70 میلادی میبرد، زمانی که موسیقی ستاره های خود در افغانستان را شناخت. صداهایی چون احمد ظاهر، ظاهر هویدا و یا ساربان. خانم ها و آقایان، مهمان این برنامه کاکتوس رامین فضلی، هنرمند رشته موسیقی افغانستان است. فضلی صاحب، به برنامه کاکتوس بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر لشکری صاحب. اول سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیزی که ما را حالا از برنامه زیبای شما، برنامه زیبای کاکتوس میبینن. امیدوار هستم که خوب باشن. عیدشان مبارک. زنده باشید. تشکر. عید متفاوتی در کاکتوس رقم زدید. کاکتوسی که معمولا در ایام عید سعی میکند خارج از روند معمول خود بیشتر به جشن و سرور و پایکوبی بپردازه، این بار شما با یک آهنگ فوق‌العاده آرام و عاشقانه برنامه را شروع کردید. ما هم به یاد تمام قرضداریایی که داشتیم انداختید. پناه ما به خدا. رامین صاحب جان، بسیار زیاد تشکر که آمدید. من میدانم هم شما را در جریان برنامه جناب فضلی، هم جلالت ماه فضلی، هم فضلی صاحب، هم رامین جان بگوییم. هر کدام شما خوش دارید مأمور صدا کنم براتون. هر کدامش که خودت میگی لشکری صاحب. ما فضلی صاحب میگم به خاطر که نامتون مرا یاد یک آدم دیگه میندازه، به خاطر من فضلی صاحب. بسیار. سوال اول من این است که من امروز اتفاقا یک مروری می کردم صفحات اینترنتی را،
دیدم که چقدر شما هنرمندان زندگی سختی دارید. حتی نامتان باید با انتخاب علاقمندایتان باشه و ببینید که مردم کدام نام بیشتر خوش دارن، کدام نام نبورس است. نام اصلیتان رامین فضلی است یا این نام نام هنری شماست؟ لشکری صاحب نام اصلیم رامین فضلی است. بله، از ابتدا رامین فضلی بودم. خب یک وقتی بود، یک زمانی بود که در لندن کوشش کردیم که یک نام هنری انتخاب کنیم، اما هرچی که نام ها را پالیدم هیچ کدامش تو راستی خدای احساس راحت نکردم امراش، بجز نام رامین، بجز نام خودم. اونجا یک دوست ما بود سایق صاحب، اونا چند نام ها را بر من پیشنهاد کرد. اما چی بود بین اون نام ها یادتان است؟ مایکل، انتونی و یک نام بود لشکری صاحب که کمک لغت چی بود؟ بنام کوهفر. کوهفر. خب بیره ما از دوست بسیار خوبم سایق صاحب عزیز که یکی از شاعرای بسیار خوب افغانستان است، وقتی که در لندن بودم همون ابتدایی که موسیقی شروع کرده بودم، اینا برای ما پیشنهاد کرد، گفت رامین کوفر. ما اصلا نمیفهمیدم که کوفر چی مانا. باز پسند مزارش فکر کردم چی مانا. بعضی دوستا میگفت که امی شاید کافر مانم بتجربه یعنی کافر خو مانا نمیت، اما امی خود نام یک رقم نزدیکی برای لغت کافر بود. باز ما گفتم سایق صاحب ما اتیکار میکنیم به نام خودم که رامین است، رامین فضلی امیر دمی پیش میرم. باز نام رامین جان واقعا تاثیر داره، یعنی نام خوب داشتن یک تاثیر داره. مثلا اگر واقعا نغمه نمی بود، شاپرای می بود، طرفدارایش کمتر میشد یا میگفتن که او شاپرای چی بلا نام از خوش نمیکنیم صدایش. خب لشکری صاحب ما به حساب به شخص خودم اگر یک نام بسیار جذاب باشد طبعا تاثیر مثبت خود داره، اگر یک نام کشالادار باشد دیگه خود نظر ما است، نامی که یک ذره جذابتر باشه و آسان باشه که هرچند که واقعا صدا مهم هست، یعنی او زیبایی صدا است که بله. ماندگار میشه. شاید احمد ظاهر هم میتونست نام خود هر چیز دیگری بانه، بله. اما ترجیح داد که همون نام باشه. من اتفاقا نامای زیادی رو پیدا کردم در صفحات اینترنتی که از خودشان نبوده، بله. مثلا نغمه واقعا شاپرای بوده، نه؟ یعنی من نمیفهمیدم نغمه واقعا شاپرای بوده. سر شفیق مرید بعد نخوره تو یک چیز بوده دیگه، نه؟ مثلا رخشانه، خانم رخشانه مثلا حمیده بوده، من یادداشت کردم. استاد مهوش گلالای بوده، نه؟ استاد مهوش اصلا نامشان گلالای بوده. خب استاد مهوش، من خودم هم حدس میزدم که مهوش گلالای، یعنی مهوش نباشه، هر چیز دیگری بجز مهوش باشه. خانم هنگامه زهره بوده، یعنی خانم هنگامه زهره بوده، یعنی نام اصلیشان زهره بوده. خانم سلما نامشان سریا بوده، پرستو نوریه بوده، غزال عنایت یلا بوده. هرچی که ایسو بیاییم نام ها یکی مدرن تر میشه، اما به هر حال نام خودشان نبوده. از فرهاد دریا اتفاقا نام خود فرهاد بوده، بله. اما دریا تخلص هنریشان است و گفتن که فرهاد ناشر بوده. من یادید شد دوباره از فرهاد دریا در برنامه کاکتوس. من سپاسگزار هستم از فرهاد دریایی که در این روزها بیشتر فعالیت میکنه در صفحات اجتماعی و اجازه میده که طرفداران و هوادارانش بیشتر از او و از کارهایش لذت ببره. بسیار خب فضلی صاحب، چند ساله هستید؟ در کجا به دنیا آمدید و در کجا زندگی میکنید؟ سه سوال شد. خب لشکری صاحب، ما رامین فضلی منصوب به یک فامیل متوسط که زادگاهیم کابل می باشد. البته در ابتدا دوران ابتدایی مکتب در کابل تا صنف 6 خواندم، بعد از او رفتم انگلستان همراه با خانواده. نه تنها رفتم. خب ما گرچه بسیار خرد بودم با اون سن، بیشتر فامیلا خصوصا پدر مادر اجازه نمیتون یا نمیخواین که طفلشان بوسن، برام یک چانس برابر شد. او هم چانس یگان دفعه میگه خوش چانس بودم که من رفتم. بسیار راحت، یعنی از راه قاچاقی، از راهی که فعلا وطندارای ما میرن، یعنی هموطنای ما که میره بسیار تای مشکلات و دریا و قاچاق برو متاسف. خوشبختانه بگویم خوشبختانه از ما فقط متیاره ششتم دو کشور میتنم فهمم کجا بود. باز رفت لندن رسیدم، البته 12 ساله بودم. باز در اونجا دوران مکتب کالج با پانتونه به تصیح خود ادامه دادم در پالی موسیقی. باز دوران مکتب که من اول از گیتار شروع کردم، صنف 7 که بودم، معلم ما وقت گیتار تدریس میکرد. باز من دیدم که علاقه‌مندی زیاد پیدا نکردم، بعدا به
اکوردون علاقه مندی پیدا کردم. بسیار خب، در لندن تحصیلاتتان رو با پایان رساندید؟ بله. کدام رشته، چه رشته ای رو خواندید؟ خب رشته ما اصلا روابط بین الملل است که بسیار زیاد علاقه داشتم به تاریخ، به مضمون تاریخ. البته تاریخ معاصر افغانستان هم مطالعه کردیم تا یک جای بسیار زیاد. کل جنگ از دیگه یک روز قاری گذاشت این تاریخ معاصر. بله، درس خود ادامه دادم، بعدا مصروف کارهای هنری خود شدم. بسیار خوب. رامین، از چند سالگی احساس کردی که میتونی هنرمند شوی؟ چند سالگی احساس کردی که صدایت زیباست، علاقه داری به این هنر، به این رشته؟ لشکری شد بسیار سوال خوب است که بعضی هنرمندان را دیدم که جواب دادن، اما ما یک جواب میتونم، جواب اصلی که از دلم است. مثلا من که خرد بودم یک شنونده خوب بودم. سن ممکن 10 ساله 11 ساله بسیار شنونده خوب. 10 ساله و 11 ساله کدام سالها بود؟ سالهای چند افغانستان؟ یعنی سالهایی که طالبا بود. سالهای طالب طالبا بود. طالبا هنوز دو وقت طالبا بود، متاسفانه تایپ بود، چی میگفتن، تلویزیون یا خب ما نبود، باز اونجا خانه تایپ بود. من بیشتر وقت ما آهنگا میشنیدم، مثلا آهنگای سابقه، آهنگای مامایم بسیار گوازخانه خوب، یک آواز بسیار شیرین. اگر آواز از اونا را شما بشنوید شاید ما هیچ مقایسه نشه. بسیار چیزا را از اونا یاد گرفتیم. خب شوقی میخواند، یعنی تو به حساب رسمی نه، پروفشنال پروفشنال خودش البته نخواسته بود که امی مسلک پیش بره. آهنگای از اونا را میشنیدیم، آهنگای البته پیشتر هنرمندایی که شما نام گرفتین، از کلش فقط در 2-3 سال اول فقط یک شنونده بسیار خوب. چطور میشنیدی در دوران طالب؟ یعنی سخت نبود پیدا کردن این آهنگ؟ فقط حتما کست بوده دیگه. کست بوده، وقت کست تیپی بوده. طبعا در خانه ما یک تیپ بسیار کلان بود، باز اون کست ما میمونه. بعضی وقت زیادتر وقت که میشنیدیم، باز مادرم بعضی وقت ممانعت میکرد که بس است، برو یعنی مصروف درس مکتب، درس مکتب و دیگه چیزا. از اون خاطر یعنی بیشتر وقت موسیقی میشنیدم. کمچین طالب خوردید به جرم شنیدن موسیقی؟ خب ما اون وقت دیگه در بیرون دیدیم، اما خودم تو کمچین نخوردم. در بیرون دیدیم اون وقت دورانی که خب دورانی بود که یک ذره صحبت بسیار. من خودم وقتی که اول بار دیدم راستی ما خورد بودیم، ترسیدم. کجا بود؟ کجای کابل بود؟ در کابل، در شهر نو. اینا که اولین بار آمد ما هیچ، خب طرفشان که سیل کردم یادم کوچا که می آمدن، اولین بار یک ذره بسیار ترس خوردم. گفتم من یعنی یک احساس ترس آمد. تنامنی امو تفلایی که هم سن ما بود، یا یکان دفعه کوچه ما بریم، البته هل وقت در کوچه نیم، در کوچه که میبریم بخاطر اجازه نداشتیم زیاد وقت در کوچه باشیم. یک ذره فامیل ما خصوصا پدر کاکا یک ذره قیداد زیاد بود، قیدگیر بودن. بسیار خوب. خب خدا رحم کنه، به سرعت به طرف این احساس میکنه، این جای پای ما امیال احساس میکنه که یک قمچین نزدیک شده دیگه. خب اینجا میخواره تو خارش داره ای که کی بخوری معلوم نیست دقیق، اما میگم قرار است که بخوری. خب بسیار خوب. فضل سیم جان، نگفتید که دقیقاً چطور شد که آمدید به سوی موسیقی و چطور شد که انتخاب کردید که خودتان هنرمند شوید، خودتان آوازخوان شوید؟ لشکری سیب بیشتر که عرض کردم که اول خک شنوندی خوب بودم، بعدا که لندن رفتم دوران مکتبم دوران صنف 8 و 9 بسیار زیاد علاقه مندی پیدا کردم به آوازخوانی. اولین بار که بود پیش کسی که خواندم، سایق صاحب عزیز است که اونا بر من گرین لایت دادن که یعنی تو میشه، گفت میشه. اول شرم میامد که پیش کس بخونم، یعنی تنها در اتاق خود میخوندم، زمزمه میکردم. باز سایق صاحب اولین کسی بود که کدوجان سایق که مرا گرین لایت داد و از پیششون سپاسگزاری میکنم. اگر مال ما را میبینن. چی میخوندید؟ بیشتر از کی میخوندید؟ اوایلی که میشرمیدید و پت میخوندید؟ آهنگ از ساربان، از بس که نازنینی نازت کشیدنی، ایره میخوندم. آهنگ احمد زایر، ای جان من اسیره. هنوز هم سبک خیلی نزدیک است به این نوع آهنگ. بله، بخاطر که این سبک لشکری سبک اماتور است که ما سبک ما اماتور است و این هنرمندایی که بود
پیشتر که شما نام گرفتین سبکشان آماتور بودن، اما تاداب آماتور ما هم فاوندیشنش اونا ماند که از خاطر از اوناست که ما هستیم و آواز میخوانیم، بسیار چیزا رو نواختیم ازشان. بسیار عالی، بسیار عالی. سوال کاکتوسی دارم ازتان، هرچند که شب و روزهای عید است، بله. نباید سوالات زیاد جدی باشه، محکم باشه، باید بیشتر خندیدن و خوش بودن باشه، اما بله. نمیشه دیگه، کاکتوس از یکان خار دارد چخ میشه. بعضی از هنرمندها در افغانستان واقعا، مخصوصا هنرمندهای محلی یا فولکلور افغانستان، بله. بیشتر هنر را به خاطر این تعقیب کردن یا هنرمند موسیقی شدن که میتونن از این راه درآمد داشته باشن، کسب درآمد کنن، بله. و نام خدا در این شب و روز هم که میبینیم دیگر این درآمد ها چندین برابر شد. من میخوایم بدانم رامین فضلی هم امرار معاش خود را، پولی که پیدا میکنه تا مصرف کنه و با او زندگی کنه، را از راه هنر موسیقی به دست میاره، یعنی با حضور در محفل ها و در خوشی های مردم، یا که نه هنر را به خاطر هنرش دوست دارید و به دنبال پولش نبودید؟ لشکری صاحب عزیز، ما شخصا خودم هنر از خاطر هنر دوست دارم، هنر خود دوست دارم و در محفل ها، محفل های خوشی اشتراک نمیکنم. بله، گفتم میتونم که در کنسرت، بعضی کنسرت ها اشتراک کردیم، کنسرت هم دو بار سه بار کنسرت دادیم و مرجع عایداتی ما از هنر از ابتدا نبوده. خب با کنسرت و پروگرام های فرنگی که بوده از ما تقاضا شده رفتیم. نه بس کنسرت ها فرق میکنه، بله. جناب فضلی، یعنی معتبرترین و با کلاسترین و بله. بزرگترین هنرمندان جهان هم کنسرت برگزار، بله. میکنن، هزاران نفر از طرفدارانشان میای و از شنیدن صداشان لذت میبرن، بله. اما در افغانستان یک روی دیگر پیدا کرده این کسب درآمد، محفل های بسیار متفاوتی است که بله. شاید خیلی خوشایند نیست در مورد آنها صحبت کردن، اما واقعیت این است که اکثر هنرمندان افغانستان در حال حاضر پول خود از زمو را پیدا می کنند. من می خواهیم بدانم شما علاقه نداری، یعنی با حضور در این محفل ها مخالف هستید دیگه، یعنی حضور پیدا نکردید؟ حضور پیدا نکردیم، علاقه زیادم ندارم و پیشتر حرفی که شما گفتین در باره مارکت افغانستان، خب امی سیستم فعلا امی جا هست، مردم از خانه پیش می برن، اما ما با دید ما از اون سیستم، یعنی با اشتراک به محفلای خوشی دهید یک محیط، ما چیز هستم مخالفش هستم. یک روزی فرهاد دریا، ما یادش بخیر، اولین مصاحبه که ما با فرهاد دریا داشتم حدود 15 سال پیش بود فکر میکنم، یا کمتر، اما به هر صورت یک مصاحبه که با فرهاد دریا داشتم، یک کسی یک خاطری از فرهاد دریا قصه کرده بود. یک هنرمند جوان افغانستان از فرهاد دریا پرسیده بود که ما چطور میتونیم فرهاد دریا شویم، چطور میتونیم به همین اندازه مشهور شویم، محبوب شویم، مردم دوست داشته باشن ما را. باز دریا صاحب گفته بود تا روز که از پشت کیک عروسی بدهی بیادر هیچ چیز نمیشی، از پشت همی کیک عروسی ندو، هم هنرمند میشی، هم محبوب میشی، هم مشهور میشی، به کل چیز میرسی و این هنر موسیقی فقط به خاطر خواندن روی استیج یک محفل عروسی یا هر محفل دیگری نیست و کمی باید ارزش قائل شد. کاکتوس هنرمندان زیادی را در گذشته دعوت کرده، مثل خود آقای فرهاد دریا، مثل غزال عنایت، غزل سادات، آریانای سعید، در همین اواخر شرافت پروانی از محلی خانان افغانستان آمدن و اینجا صحبتهایی داشتن که خیلی از مردم در مورد آنها نظر دادن و صحبت کردن. اکثرشان به این عقیده بودن جناب فضلی که موسیقی در افغانستان به سمتی میره که سمت درستی نیست، راه اصلی موسیقی نیست. من میخوایم از شما که تحصیل کرده غرب هستید و دیدتان نسبت به هنر متفاوت است بدانم واقعا موسیقی افغانستان به کدام سو میره؟ به نظر من لشکری صاحب عزیز، موسیقی افغانستان به اون سیستمی که در راه درست بره نمیره متاسفانه، به خاطر از اینکه یک چیز است که فعلا در مارکت امی آوازخان هنرمند که زیاد شد، هر کس از دل خود که هر چیز جور کرد، کدام سیستم نبود، امی نتیجه شد. از اون خاطر ما خودم شخصا موافق هستم به این گپ، سیستم به اون شکلی که سابق بود به اون شکل نیست، به اون سیستمی که صحیح و مسلکی پیش بره متاسفانه نمیره.
تعریفتان از هنرمند چی است جناب فضلی؟ کی است واقعا یک هنرمند؟ باید کدام شاخصه ها را داشته باشه؟ خب هنرمند باید از ظرفیت ها یا از شعر خوب، آهنگ خوب و برای جامعه خود یک مثال خوب باشه، یک مثال مثبت باشه، نه که شعرهای متاسفانه حالا که میبینیم شعرهایی که بعضی آوازخوان ها استفاده میکنن از چوکات ادب یک کمک دور است. متاسفانه نام نمیگیرم. خب هنرمند خوب امیست که برای جامعه خود، برای مردم خود یک مثال بسیار خوب باشه. وقتی که میگی از روی هنر خدمت میکنی، خدمت هم امیست که مردم از تو یک چیز بیاموزه، نه که واقعا ببینید من میگم سر بعضی از این آهنگ هایی که امروز در بازار است اگر قمچین هم بخوریم حق ماست دیگه، یعنی واقعا نباید بشنویم را، این از چوکات اخلاق خارج است. یگان دفعه تنها اگه بشنوی یک رقم میشه آدم یک رقم میشه، نه او را چو خویش نباید بشنویم که بیقی دیگه رقم میشه. اما به هر صورت و شنیدن این آهنگ ها در میان خانواده و در جمعی که باشی غیر ممکن است، امکان نداره. من اتفاقا امروز همکار ما ظاهر اکبری صحبت میکرد، میگفت یک آهنگ در تیک تاک برام اومد در رابطه با سیب است. میگفت سیب نمیفهمم که در جیبت بانین چه رقم میشه، نمیفهمم چی در مورد میوه و ترکاری چرا میخوانید. آریانا سعید شروع کرد از انار، حال مردم در مورد خیلی چیزهای دیگه میخوانن، لیمو و نمیفهمم انار و کینو و سیب. لشکری سیب عزیز، ما دمی ادامه از این میگم، ما قصیب سر جالب می دورانی که دمی وقتی که ما در کابل بودم، اولا خب موتر بود، دوستان موتر می آمدن می رفتم ایسو، پسان خودم گفتم موتر ضرورت نیست، من می خواستم برم امی تجربه اجتماعی، در تکسی می رفتم، در تکسی ها می رفتم، از بعد تکسی ها اول قصرم رایشان شروع می کنم. اول خب ماسک می پوشیدیم بخاطر امو پروتکل های بهداشتی و بله. سهی که بود کرونا بود، از جان او را مراعت می کنیم. باز از قصه ابتدایی با آستا آستا می رفتم طرف موسیقی. اول می دیدم که چه رقم اما مودش خوب است نیست، اگر تویش یک ذره بسیار قار می بود باز مای میره قصه قصه کده، اما مودش خوش می ساختم. باز پس آن شروع می کنم موسیقی، بسیار برای من جالب بود. اول پرسان می کنم کدام آهنگار خوش جوری، کدام سبک بود، بیشترشان هنوز هم خوشبختانه گفتم می تونم که مردم ما ذوق، بیشتر مردم ذوق خوب دارن. خب یک چند فیصد محدودی است که چی می گفتم چند فیصد محدود چی خوش داشته؟ خب اول خود یک امرای کاکا سر خوردم، قصه می سبکای موسیقی بودی کاکا که از دورانای سابق ما خوشم، گفتم از یه نوا گفت هیچ یاد نکن، هیچ یاد نکن، و یک به مو لهجه مو قار گفت هیچ یاد نکن، کلش بیخی دیگه از چت یاد است. باز ما باز قصه کرد کاکا، گفت ما شرم می که مثلا یک دختر خانم یا یک فامیل در مدت تکسیش میشینه و یه هنگایی که از چوکات اخلاق بیرون است. خود کاکا گفت ما شرم میای که ما یعنی یا رادیو باشه یا چپ باشه که من آهنگ بلند کنم یا بشنوه. خب اونا طبعا یک احساس دارن، یک احساس احترام برای یک مشتری یا به کسی که تکسیش میای، از اون خاطر خب بسیار فیصدی کمه یا آهنگای که فعلا در روی بازار است یا رو تایید میکنه. اما راجب چیز میخوانن، یعنی فضلی صاحب باور کنید میشه آدم راجب عشق، معشوق، عاشق، بله، وطن. آهنگ میهنی که شما داشتید فوق العاده بود، به افتخار نظامیان افغانستان که خوانده بودید، در این موارد بخوانن چقدر نیاز داره افغانستان به این آهنگ ها و به این آهنگ ترانه ها و کمپوز ها و تصنیف ها. اما در مورد اعضای بدن میخوانن، کوری پای میخوانن، بجولک پای میخوانن، زانو میخوانن. برادر نخوانید چیزا چی است، من خودم میشم اون بجولک پای خود پیش تو یک آدم دیگه لچ کنم نشان بده. یک قصه کوتاه دیگه که کوکو داخل گفت مسابق اینو گفت کدام هنرمند، گفت احمد ظاهر با ملاجز، گفت احمد ظاهر، گفت دینو، گفت اون بچگا، گفت باش نامش چیز خودش خبر نداشت، ماشته گفت بچگا کن از اونو که میزنه اتی تو کرد. با ما گفت خو، گفت کی، گفت اونو که میگه دریا رفتم و دریا مرا برد. خواست نام مرا نمیفهمیدم چی. باز نام گفتم، باز پسان دم جایگاه رسیدیم در وقت استاب آخر. باز گفتم کاکا جان من رامین فضیل زیم بسار دیگه بر از اوی جان شد. باز گفت نه ما پیسه تنم، گفتم نه خواهش میکنم. باز امو چپ امو فلاشش تایپش خراب شده بود، گفت با خدا این فلاش هانگایت از اما این سیستمش خراب شده. گفتم خب چند میشه، چند جور میشه؟ گفت 600. ما اما احساسی که داشتم با مقابل هموطنم، او که علاقه مندی بر ما داشت، بر ما داشت، به امی 600
و امیکرارا نمی گرفت. باز بسیار زیاد لطف کرد، از اتو از موتر خود تاشید، امروز بغل کرونا بود، بغل کشی کردیم. این بر من بسیار جالب بود و جای افتخار بود. بله. خیلی با ارزش بود. فضلی صاحب، من آهنگای شما رو بسیار زیاد گوش میکنم. آهنگایتون در یک کامپیوتر در لپتاپ مکینتاژ ما بود. بله. مک بودو خراب شده. بله. اما لپتاپ از خیرتون امور پیسش بدید ان شاء الله. یکم پیسش از تایپ تکسیون بسیار خوب. فضلی صاحب جان، چرا واقعا آکاردیون؟ خب از ابتدا امی آله را من خوش داشتم. آله موسیقی متفاوت، یک ساز بیخی متفاوت است. اتفاقا غربی هم است، غربی است. برخلافی که مثل شبیه ارمونی است. یک کس میگفت ارمونی سرچپه. چس میگفت ارمونی سرچپه. ارمونی سرچپه. اما تو راست. یک آله موسیقی غربی است. آله موسیقی غربی است که بیشتر اروپایی ها و امریکای لاتین استفاده. ما از هنرمندای سابق استفاده میکرد، مثلا مرحوم استاد نینواز، احمد زاهر، بعضی ها اونا رو شنیده بودم آهنگایشان که با آکاردون می نواختن. طبعا اونو برای ما یک یعنی راه را برای ما هنرمندای سابق باز کرده. سخت است. خب شروعش یک ذره مشکل است، اما استعدادی که داشته باشی یا علاقه که داشته باشی ممکن است. بله، از خاطر ما خودم وقتی گرفتم نواختم، خودم یاد گرفتم دیگه تا اندازه او خب پروفشنال نیست. باز خوب است. بسیار. فضل صاحب چند ساله هستید گفتید؟ دقیق امسال چند ساله شدید؟ خب بعضی وقتا لشکری صاحب با کسایی میگه که چند ساله هستی، اما ما سن ما 32 ساله است. بسیار. و دیگه دگان پروگراما میشه که میگه اگه میخوای که سنت بگویی یا نگویی، باز خب اونا یک آپشن برات میترسن. من آپشن نمیتونم. چند سال هستی؟ 32 سال هست. بسیار خب، این سوال به این خاطر بود که من میخوایم بدانم که ازدواج کردید یا نه. ازدواج فعلا نکردیم. نه خیر. چرا؟ در پروسه‌ش هستم. وطنی ازدواج نمیکنید که 16 شد میگه پشت او پشت لباش زیاد شد. حالا به او بیادر ازدواج در پشت لب نیست، بسیار چه کار داره؟ منظورم در جیب و پیسه هست و چیز هست دیگه. پیسه که نداشت ازدواج هست کجا؟ لشکری صاحب عزیز، اطور است که سابق محیط فرق میکرد، یعنی آلا محیط هم فرق کرده، نسل های نو هست. وقتی که تصمیم عروسی را میگیری یا ازدواج هم آدم میگیره، باید بسیار زیاد دقیق باشه و متوجه باشه. از اون خاطر ما یک ذره دقت کردیم در این مسائل. به خاطر شخصا نظر ما میخوایم یک بار ازدواج کنم. بسیار عالی، بسیار عالی. نه تو نیست که تنها شما کسایی که در اروپا زندگی کردید این نظر داشته باشید، ما هم همین نظر داریم. ما نگویید که ما زن داریم، ما هم همین نظر داریم. یک بار ازدواج خوب باشه، صحیح باشه، اما یک دانه باشه صحیح است. و من امیدوار هستم که کاملا غربی ازدواج نکنید، یعنی یک کمی هم وطنی باشه دیدگاهتان، به دلیلی که مثلا اون روز یا خبر نشر شده و کریستیانو رونالدو طفل هفتمش به دنیا آمد، نو کد از خانم گپ میزد که من کد تو رو بگیرم یا نگیرم، کد دارستی کنیم. نه تو یعنی زیاد هم چیز نباشه، دوران آشنایی طولانی نباشه. دوگانه نخوندید؟ دوگانه تا فعلا نخیر، تا را نخوندیم، اما علاقه من دستم در پلان است. چه کسایی؟ خب بسیار هنرمندای خوبی است، از دختر خانم ها که منتظرم و وقت هستم و زمان وقت که بیه یک آهنگ من علاقه دارم که دوگانم بخونم. با یک دختر خانم علاقه دختر خانم بله. یا با هنرمندای خبر شدم با یکی از دختر خانم ها قرار است که بخوانید. یک وقت یک چند سال پیش پلان بود، اما متاسفانه اما آهنگی که انتخاب می شد که به ذوق هر دوی ما می بود نشد. و خیلی سخت است که کسی رو پیدا کنید که به سبک شما هم نزدیک باشه. دقیقاً لشکری صاحب، که این سبک که آواز خانی، این سبک که من پیش میبرم، رقمی که من آواز میخونم، من همیشه که آهنگای بسیار مست بخونم. خب فعلا مارکت یک ذره نسبتاً مست است. اما شما واقعا خواهش میکنم تغییر ندید فضلی صاحب، این سنگر رو اعلان نکنید، این ولسوالی رو به دشمنان ندید، از برای رو ما کم کنید. انشالله که نگاهش میکنم. از اون خاطر همون دلیل است که من امیدوار هستم وقتی که باز رفتی شاد نگویی که یک عقب نشینی استراتژیک بود، تاکتیکی بود، یک عقب نشینی تاکتیکی بود. کوشش میکنم که امی سبک که هست امی رو پیش ببرم. بسیار خوب. از دختر خانم ها یاد کردی؟ بله. من آهنگ هایت دیدم، واقعا من میشنوم، یعنی بله. واقعا من اولین باری که صدای خودت شنیدم فضلی صاحب پدر میشنید، پدر میشنید
از یک از یک جای پس می اومدیم. اتفاقا من امروز برای ظاهر گفتم، گفتم ظاهر تو هم بودی از اونجایی که پس می اومدیم؟ با همکارای بودم. ظاهر گفت نه من نبودم، صابر بود یک همکار دیگه ما. گفت اونا بودن امروز پس می اومدیم. پدرم میشنید آهنگایتون در موتر بودیم. من گفتم که چند سال پیش بود دیگه، من گفتم کی هستن اینا، ما میخوایم بشنویم. احساس کردم که آهنگای دهه 80 و 90 است دیگه، اما قدیمی است یعنی به نظر خوده. پدرم گفت که نه، رامین فضلی است نامش، انتراست همسن سال خودتان است، بسیار صدای خوب داره و اونا بسیار جالب شد. و بعد از اون شنیدم از شما را و چند وقت است که میبینم کارهایتان. یک سوال بسیار مهم بر من پیش اومده، در هیچ از ویدیو کلیپ های شما ترجیح دادید خودتان یا پولش نداشتید؟ من میخوام بفهمم کدامش خانوم حضور نداشت، یعنی یک نقش با یک زن ندادید که ایفا کنه. ای یک کمبود هست به نظر شما از لحاظ هنری در ویدیو کلیپ هایتان، یا یک حرکت مناسب و بجا؟ خب لشکری صاحب، در ابتدا وقتی که ما آهنگ میخوندم، بیشتر آهنگای ما هوای مجلسی داشت. مثلا فقط یک اکوردون بود و همراه دوست خوب میلا جان همراه گیتار می نواخت. ما چانس برابر نشده که تو آهنگ باشه، ویدیو کلیپ باشه که ما از دختر خانوما یعنی حضور داشته باشن در ویدیویم. ما خودم شخصا تو علاقه بسیار زیاده ندارم که بخاطر همی سبک همی استایل. بعضی دوستا میگه همی سبک پیشتر خودتان که گفتی همی سبک که پیش میبینی همی بسیار خوبه. اگه یک آهنگ مست خوندی، اگه خب میگه اگه یک آهنگ مست یا کمک چیز باز دیگه نه، واقعا خوشایند نیست. یعنی فضلی صاحب واقعا اجازه بدید که شما را یک در یک حالتی بشنویم که متفاوت است. بله. باز آهنگ مستتان یاد ما بیاید، باز خوش ما نمیاید دیگه. بخاطر لشکری صاحب عزیزی طور است که در موسیقی امی ترتیب استفاده کردن یک دختر خانم مثلا با یک رولی که بازی میکنه در یک میوزیک ویدیو متاسفانه در افغانستان بسیار ضعیف بوده. از اون خاطر است که مردم یک دید منفی دارن. اگر نه بر فکر میکنم برای اکثر هنرمندان مهم نیست که یک دختر خانم باشه در ویدیو کلیپ شما. خب اونو اینکه او دختر خانم چی میکنه هیچ مهم نیست دیگه که چی میکنه. این مهم است که باشه در ویدیو کلیپ شما. خب حتی در آهنگای آرام ما میبینیم. بله. یک آهنگ آرام از خدای یارجانش هم رفیق ما نامش نمیگیرم، مگر پیانو که میزنی اندیوال او دختر خانم ده او بغل افتید از اول تا آخر آهنگ سه دقیقه از اون تا افتید او رو یک دفعه میدیدی که چشنه. اما به هر صورت تصمیم ندارید که از خانوم ها در ویدیو کلیپ هایتان استفاده کنید در آینده؟ اگر کدام آهنگ باشه یا سناریوی باشه که ضرورت باشه به یک دختر خانم که یک رول خوب بازی کنه، البته رول از اینه که یعنی رول باشه که بسیار یعنی ذوق شنونده. مثلا من بسیار بعضی آهنگای خود ذوق شنونده را در حساب میگیرم، سرش فکر میکنم. نمیخوایم که مردم یعنی چیز منفی فکر کنه، اما اگه ضرورت شد به یک دکتر خانم با یک سناریو خوب در یک آهنگ من موافق هستم که باشه در ویدیو کلیپم با اون شکل. نه که متاسفانه در مارکت امروزه که فقط آهنگای پاپ است و مست است و رقص است و گپا، از اون خاطر این دلیل است که بعضی خانواده خب یکی از رازی که مردم آهنگای مرم میشنه همیست که میگه تو دخترها را رقص نمیکنن چیز امی سنگینی را امی را نگاه کن. از اون خاطر خب سنگین هم باش، اما یک ویدیو خوب داشته باش، یک آهنگ خوب داشته باش، یک سناریو خوب داشته باش، اما تو یک دختر خوبم که رول بازی کنه ما فکر می‌کنم فضلی صاحب دختر بیاری از اول تا آخر آرام باشه در می آخر امت خود کنه یک دفعه کنه دل ما نه دل بیننده‌اش میگم. خب هر صورت فضلی صاحب جان، دو سه سوال آخر بعد من چند تا عکس بعد برای شما نشان بدم و در نظرتون در مورد او هنرمندان بدانم. بلد. که چی است برترین هنرمند تاریخ موسیقی افغانستان به نظر شما چه کسی است؟ یک نام میخوایم از پیشتان، از فرهاد دریا هم گرفتیم، از همه گرفتیم یک نام. میخوایم بدانم شما چه کسی را انتخاب میکنید؟ برترین هنرمند تاریخ افغانستان، خب بسیار هنرمندایی است که البته هنرمندایی از سابق ده 60-70 میلادی که بیشترشان یک مثال بسیار خوب بوده در هر سبک که بودن. ما از غزل، از پاپ، از خود غزل گفتید، من میگم غزل صادقات گفتید برترین هنرمند قرن.
غزل به حساب سبک. خب سبک غزل. بله سبک غزل. خب هر کدامش زیبایی خود داشته. از او خاطر من دوره سابقه دوران دهه 60 و 70 میلادی را همیشه ترجمه میدم. کدام یک نام اگر بخواید انتخاب کنید؟ یک نام متاسفانه اگر یک نام بگیرم باز بعض مردم از کسایی که مردن نام بگی برگونش خفه نمیشه. خب هر کدامش جایگاه خود داشتن دیگه. ما تو کس خب به حساب که فعلا مردم افغانستان که به حد و به حد دوستش داره طبعا مرحوم احمد ظاهر است. ما موافق هستم به خاطر که بسیار یک چیز یک اثر یک هنر از خود ماند که سال هاست که من میگم انتخاب سخت از واقعا فضلی سه. ببینید مثلا یک آهنگ فوق‌العاده از احمد ظاهر خورشید من کجایی استاد ساربان یا آهنگ فوق‌العاده استاد ناشناس یا آهنگ فوق‌العاده دیگری از ظاهر هویدای مرحوم ای کاش که میآمد یک بار به افغانستان اما نتونست هیچ وقت که بعد از اینکه رفت دوباره برگرده به افغانستان. همه اینها آهنگ‌های فوق‌العاده‌ای دارن که واقعا وقتی به یاد آدم میآیم میگه سخت از کدامش انتخاب کرد. به خاطر من به شما حق میدم. فضلی صاحب شاید این آخرین سفرتان به افغانستان باشه. من خبر دارم که شما قرار است برگردید از افغانستان خارج شده برای مدتی ده. اما صدای پاهایی میآید که شاید خوشایند نباشه. معلوم نیست تا بار آینده ای که شما به افغانستان میایید موسیقی یعنی تصمیم آمدن به افغانستان را دارید موسیقی حلال میمانه یا حرام میشه و شاید واقعا در کاکتوسی دیگه امکان نداشته باشه که در کابل ما و شما روبروی یکدیگر بنشینیم و در رابطه با موسیقی و در رابطه با نقش زنان در ویدیو کلیپ های موسیقی و یا این موارد صحبت کنیم. اما با تمام از این وجود من میخوایم بدانم که چقدر واقعا نگران وضعیت موسیقی در افغانستان در آینده افغانستان هستید. واقعا اگر دوباره این موضوعات برگرده به همون زمانی که شما گفتید وقتی در کوچه دیدید آنها را ترسیدید چقدر نگران هستید؟ خب شخصا اوزاره که میبینم اخباره که میبینم خودش یک تاثیر منفی داره. البته نگران کننده است اما من امیدوار هستم لشکری صاحب امیدوار هستم که یک صلح سراسری در تمام افغانستان میآید. آرزوی من همیست که پس که برگردم به وطن که یک وطن مردم خدا خوش ببینم دیگه از این انفجار و انتحار و این بمای چسبکی و یا دیگه در گوش این نشنم. از اون خاطر از یک احساس پیش ما است که صلح سراسری میایه نمه آدم گفته نمیتونه یعنی 100% تضمین کننده نیست تضمین نشده که صلح میایه. خب اگر قرار باشه که صلح بیایه اما دیگه شما موسیقی نکنید حاضر هستید هنرتان قربانی صلح کنید؟ دقیقا این از دل میگم یگان تو فقط هم تو میگم اما ما چی رقم بگویم احساسی که در قبال مردم خود وطن خود خاک خود دارم بسیار زیاد است یعنی من بسیار آدم احساساتی هستم یگان تو میگم چرا آنگاه تو تراژید و بسیار غمگین میخونی ما از ته دل وطن خود دوست دارم خاک دوست دارم مردم خود دوست دارم اگر ایشوا که من موسیقی را کاملا ایلا کنم رها کنم که صلح در وطن بیه ما حاضر هستم این از تایی دل میگم بسیار خب من حاضر هستم دیگه نتاقی نکنم خب من چند قطعه عکس باید با شما نشان بدم جناب فضلی و نظر شما را در مورد این افراد بدانم نام خدای که گرمم بود استودیوی ما چی حال شد هم سنفی های خودتان هست در همین عرصه‌ای که خودتان هستید و من نظر شخصیتان را می‌خوام در مورد هر یک از این افراد بدانم که چیست اکثرا همسنفی های خودتان هستن نخستین تصویر و نخستین کسی که عکسش را می‌خوام به نمایش بگذاریم هنرمند بی‌بدیل افغانستان آقای فرهاد دریا است آقای فرهاد دریا من خودم شخصا یکی از علاقمندان سرسختش هستم یک هنرمند ملی هنرمندی که تمام افغانستان دوستشان دارم ما هم دوستشان دارم اگر این پروگرام میبینن یک سلام گرم تقدیمشان خداوند برشان عمر طولانی صحت کامل نصیب کنه بسیار عالی آقای فرهاد دریا من فکر میکنم که یک
سوی تفاهم پیش آمد. مدتی پیش کمی ارتباط ما با آقای فرادریا کم شد. من فکر میکنم این سوی تفاهم همچنان پابرجاست. از آقای دریا میخوایم که به هر حال میگن بزرگان میبخشن دیگه. ببخشن. بسیار خوب. این تصویر ما میخوایم به این تصویر یک سلامی بزنم. یک سلامی گرم تقدیمشان خداوند کامیاب داشته باشیشان. اگر بیاد داشته باشین ما در روی سرک اکوردونم بود. بله. یک سنه بود پلیسا اول تلاشی میکرد. یک اکوردونه که دید مردی اوه اوه گفت نفر شا پاید. گفت نفر اول اصلی را پیدا کن تاشو. تاشو گفت تا که چند آهنگ نخوین. خب بیسا برم و مزاق. تا شدم در روی سرک 20 دقیقه برشان کنسر دادم. البته یک چک پوینت بود. باز من یکیشون گفتم گفتم ضابط سه حالا ما و شما کل ما اینجا مصروف شدیم کشکو که گفتم خدای نخواسته کدام انتحاری چیز بینجا گفت او را باند تو بخوان باز هم آهنگ یک کلپش بود. بله در فیسبوک ها در سوشال میدیا بسیار مردم ما استقبال کردن. بله دو دانه دوست، دو دانه رفیق، دو دانه همیار، دو دانه دکتر، دو دانه کاکه، دو دانه جوان، دو دانه دلیر، دو دانه سیاستمدار. نظر شما در مورد چه؟ خب ما زیاد حرف نمیزنم، اما یک چیز میگم لشکری سب عزیز که اگر میخواین از دل خدمت کنم به مردم افغانستان، یک خواهش دارم که سرکار را بند نکنن. راستی میگم، من دمی چند ماهی که در کابل بودم بسیار ناراحت کننده است، بسیار اذیت کننده است به مردم ما. سرکار را دیگه بند نکنن، اما پلان که روی دست دارن، پلان سیاسیشان، یا باید به مردم خود خدمت کنن، به وطن خود خدمت کنن. دیگه من گفتنی ندارم. میکنن حال برشان که بگوی میگه با خدا با قرآن خدمت میکنه. بسیار خوب، اگر یا نکنن اینی رو میگه میکنه، من نمیفهمم که میکنه یا نمیکنه. شما بگوید اینا نگویی که نمیشناسی که بسیار نزدیک است. جناب ملا عبدالغنی برادر. ملا عبدالغنی برادر، خب خواهش، ما آرزوی ما ایست که وقتی که می پروسه سال هست که دولت افغانستان سال میکنن، بازم امیدوار هستم که با یک نیت خوب، نیت نیک، نیتی که با نفع مردم افغانستان باشه. مردم افغانستان دیگه از چی میگن، از جنجال ها، از 40 سال جنگ که در بدر کرد، راستی نسل در بدر کرد در هر بخش زندگی، دیگه خواهشمند هستم که، یعنی امیدوار هستم که نیت نیک باشه، نیت از دلشان باشه، نیتی باشه که به وطنش باشه. انشالله. آقای ملا برادر، این هم نظر یک جوان، یک هنرمند موسیقی برای شما بود. من امیدوار هستم که بشنوید. امیدوار هستم که بشنوید. و پس از آن تصویر، این تصویر. مجتجان جمالزاده، هنرمند بسیار خوب، دختر موفق با استعداد، من دوستشان دارم. بسیار خوب. من همین لحظه تصور میکردم که مجتجان جمالزاده که چادری چرا خب معلوم شده، خواهیش معلوم نمیشه دیگه، چادری را آدم میبینه. اما به هر صورت کانادا هستن نه؟ مجتجان فکر میکنم در کانادا زندگی میکنم، با این مفهوم دارم. بسیار خوب، تشکر فضلی صاحب، از شما سپاسگزار. من امیدوار هستم سفر خوب و خوشی داشته باشید. سلام ما را به تمام هموطنانمان در آن سوی آبها و کوها و دشتها و صحراها برسانید. برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. برایشان بگویید که برای مایی که در افغانستان هستیم هم دعا کنند که خداوند ما را در امان خود داشته باشه. بخیر، تشکر میکنم لشکری سب عزیز، از خودت، از این برنامه زیبایتان و از این که ما را در برنامه دعوت کردین، بر ما جای افتخار است. خواهش میکنم. سلامت باشین، زنده باشین. خواهش میکنم. فضلی صاحب، من میخوام در پایان براتون بگویم که واقعا یکی از صداهای فوق‌العاده موسیقی در افغانستان از آن شماست. شما لطف میکنید. در حنجره شماست و
آن طوری که دوست دارید از او استفاده کنید و لذت ببرید. بسیار ما در پایان عکس سپاسگزاری می‌خوایم داشته باشم از حامی مالی برنامه کاکتوس، شرکت کریستال در 20 سال گذشته برای هزاران تن از اطباء کشور فرصت‌های شغلی را ایجاد نموده است که یک دستاورد بزرگ و فوق‌العاده مثمر در رشد و اقتصاد کشور محسوب می‌گردد. و همچنین تمام نوشابه‌های شرکت کریستال به شمول انرژی استینگ با استفاده از عالی‌ترین ماشین آلات توسط کارگران مسلکی افغان در افغانستان به استانداردهای فوق‌العاده تولید و با بازار عرضه می‌گردد. سپاسگزار از حضور شما دوستان عزیز در پای تلویزیون‌هایتان و اینکه کاکتوس را تماشا کردید. تا دیدار دیگر من شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. در ایام عید درجه خودتان باشید، ایام بکامتان. این روزها امیدوار هستیم به خیر سپری شود. فراموش نکنید برای افغانستان سربلندی و سرفرازی این کشور دعا کنید. پس از اینکه صحبت‌های ما تمام میشه، شما سیگنال پایانی رو میبینید، گرافیک پایانی رو میبینید، مجدداً یک آهنگ بسیار زیبای آقای رامین فضلی تقدیم به شما. خدا نگهدار. امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. زندگی تلخ و تر از مرگ و بود گر تو نباشی، زندگی تلخ و تر از مرگ و بود گر تو نباشی. بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. قصه عشق با گوش منی دیوانه چی خانی، قصه عشق با گوش منی دیوانه چی خانی. بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. زندگی تلخ و تر از مرگ و بود گر تو نباشی، بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم.